قیام مردم عراق در بغداد و شهرهای جنوبی، شعارهای اخراج رژیم ایران در میدان تحریر و درگیری با وحوش خامنه ای. قیام مردم عراق در شهرهای بغداد، ناصریه و سایر شهرهای استان زیغار و همچنین در کوت و کرکوک روز جمعه 11 بهمن ادامه یافت. قیام کنندگان عراقی در میدان تحریر بغداد با شعار رژیم ایران اخراج اخراج، خواستار پایان سلطه باندهای فاسد وابسته به ولایت فقیه در عراق شدند. هذا رصاص حي يوم الثلاث يوم 31/1 رصاص حي رصاص حي بالوزبة يوم 31/1 رصاص حي قص والله. در میدان وسبه و خلانی نیروهای حکومتی و وحوش بسیجی خامنه‌ای با گلوله‌های جنگی به روی تظاهرات آتش گشودند. المصادف 31/1/2020. در استان زیغار شهرهای الفهود و شطره با برگزاری تظاهرات به صفوف قیام کنندگان عراقی پیوستند. در ناصریه تظاهرات ادامه یافت و تظاهرکنندگان بر استمرار قیام تا سرنگونی احزاب فاسد حاکم بر عراق تاکید کردند. در کرکوک تظاهراتی برپا شد و شرکت کنندگان همبستگی خود را با قیام کنندگان در بغداد و استانهای مرکزی و جنوبی عراق اعلام کردند. در شهر کود در استان واسط قیام کنندگان پیکر یک جوان شورشی را که بر اثر شدت جراحت‌های ناشی از اصابت گلوله وحوش خامنه‌ای به شهادت رسیده بود تشییع کردند. Let's go.
در نجف یک مرجع شیعه به حکومت آخوندی هشدار داد ظرف 48 ساعت سفارتخانه و کنسولگری‌هایش در شهرهای عراق را ببندد. آقای حسن الموسوی در توییتر خود در روز جمعه 31 ژانویه 11 بهمن نوشت: بر حکومت ایران است که سفارت و کنسولگری‌های خود در عراق را طی 48 ساعت ببندد. در صورت عدم محقق شدن این خواست ما، مواضعی شدیدتر علیه این رژیم اتخاذ خواهد شد. کمیته برگزاری تظاهرات انقلاب اکتبر در بیانیه 178 خود اعلام کرد هدف قیام کنندگان پایان دادن به نظام فرقه‌گرای پلیدی است که توسط باندهای وابسته به رژیم ایران شکل گرفته است. در این بیانیه آمده است خواسته های انقلابیون در میدان تحریر و دیگر میدانهای عزت و شرف در استانهای به پا خواسته از روز اول شروع تظاهرات در اول اکتبر 2019 رد هر کاندیدایی بوده که توسط احزاب حاکم منطقه سبز مطرح شود، چرا که این حاکمیت از آغاز سرکوب مردم عراق را پیشه کرده و در وابستگی کامل به رژیم ایران عمل کرده است. این بیانیه می‌افزاید تنها راه حل و جایگزین صحیح برای هر گونه تغییر ریشه‌ای مورد خواست عراقیان پایان دادن به رژیم سهمیه‌ای فرقه‌گرای پلید با تمامی ارگان‌های مجریه و مقننه آن از جمله احزاب وابسته به رژیم ایران و شبه نظامیان آن است که مرتکب وحشیانه‌ترین جنایات علیه متحسنین می‌شوند.